سلام بر شنوندگان و بینندگان برنامه تاریخ تازه ها در برنامه این هفته تاریخ تازه ها با استناد به حقایق مسلم تاریخی به راستی آزمایی ادعاهای پوتین درباره اوکراین پرداختیم یکی از ادعاهای او در حمله به خاک اوکراین احتمال پیوستن آن کشور به سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ناتو است. اما این ادعا بهانه بیش نیست او این دستاویز را بارها تکرار کرده و آن را در رساله‌ای که در ژوئیه 2021 در سایت اینترنتی کرملین منتشر کرده به تفصیل شرح داده است به گفته او اوکراینی ها و روس ها ملت واحدی هستند و دور شدن آنها از یکدیگر سیاست راهبردی آمریکا و به طور کلی غرب است غربی ها می خواهند اوکراین را رفته رفته وارد بازی استراتژیک خطرناکی کنند و قصدشان این است که آن کشور را به حساری میان روسیه و اروپا تبدیل کنند او پس از حمله نظامی به اوکراین که با عنوان عملیات ویژه از آن یاد کرد در یک سخنرانی تهدیدآمیز تلویزیونی گفت هدف ما از این عملیات ارتش زدائی و نازی زدائی از اوکراین است به گفته یه بسیاری از کارشناسان مبالغه و گذافگویی یکی از ویژگی های شخصیت پوتین است به یاد داشته باشیم که او در سال 2008 هنگام مداخله نظامیش در گرجستان و جدا کردن ابخازیا و اوستی جنوبی از آن کشور و در سال 2014 هنگام مداخله نظامی در خاک اوکراین برای الحاق کریمه اصطلاح نسل کشی را به کار برد چندی پیش حتی دولت اوکراین را متهم به کوشش در جهت دستیابی به سلاح اتمی کرد در حالی که این اتهام دروغی بیش نیست خلع سلاح اتمی اوکراین پس از امضای مموراندوم بوداپست در سال 1994 آغاز شد و به پایان رسید آن مموراندوم را روسیه و آمریکا و اوکراین امضا کردند کنون هیچ نشانه ای دیده نشده است که آن کشور بخواهد تعهداتش را زیر پا بگذارد و کوششی در جهت دست به سلاح اتمی بکند بر پایه متن آن مماراندوم امنیت و تمامیت ارزی اوکراین در برابر انتقال تجهیزات اتمی آن به روسیه می بایست تضمین شود اما روسیه در سال 2014 با مداخله نظامی در خاک اوکراین تعهداتش را زیر پا گذاشت گروههایی از چپ افراتی تا راست افراتی در گوشه و کنار جهان از این حقایق سخنی نمیگویند. و آنچه از میان ادعاهای پوتین ورد زبان خود ساختند این است که گویا آمریکایی ها و اروپایی ها گفتند اوکراین می تواند به ناتو به پیوندد و به همین سبب مسئولیت حمله به خاک اوکراین را متوجه آمریکا و ناتو می کنند. این ادعا که گسترش ناتو محرک روسیه در حمله به اوکراین بوده دروغی بیش نیست درست است که بر طبق اصول ناتو درهای آن سازمان به روی هر کشور اروپایی که بخواهد به آن بپیوندد باز است اما ناتو مدت هاست سیاست درهای باز را به کناری گذاشته است وانگهی کشورهای عضو سازمان پیمان آتلانتیک شمالی درباره عضویت اوکراین در ناتو هیچگاه همراه نبودند و نیستند و پوتین آن را خوب میداند در سال 2008 میلادی هنگامی که سازمان پیمان آتلانتیک شمالی طرح پیوستن اوکراین و گرجستان را رد کرد و بررسی آن را به زمان نامعلومی موکول کرد پوتین خشمگین شد زیرا اصطلاح موکول کردن به زمانی نامعلوم را وعده پیوستن تعبیر کرد درست است که در پایان سال 1994 ناتو اعلام کرد که کشورهای دموکراتیک اروپای شرقی می توانند به آن سازمان بپیوندند و در ژوئیه 1997 مجارستان، لهستان و جمهوری چک عضو ناتو شدند. اما هنگامی که بوریس یلسین نخستین رئیس جمهور روسیه زبان به انتقاد گشود غربی ها دست از گسترش ناتو برداشتند در 27 ماه می 1997 ناتو و روسیه به منظور ایجاد صلح پایدار در اروپا و پاسداری از امنیت دوجانبه ناتو و فدراسیون روسیه موافقتنامه همکاری و مشارکت امضا کردند با امضای آن موافقتنامه ناتو به روسیه اطمینان داد که به هیچ وجه قصد گسترش سلاح‌های هسته‌ای و استقرار نیروهای رزمی دائمی در خاک اعضای جدید خود را ندارد هنگامی که ولادیمیر پوتین در 31 دسامبر 1999 رئیس جمهور روسیه شد کوشش هایی برای نزدیکی با ناتو کرد و حتی پیوستن به آن سازمان را در برنامه خود قرار داد اما هنگامی که در 24 مارس 2004 شش کشور از اردوگاه شوروی سابق به عضویت ناتو درآمدند تغییر عقیده داد و چند سال بعد هنگامی که احتمال پیوستن گرجستان و اوکراین مطرح شد از ناتو مترسکی ساخت تا سیاست های توسعه طلبانش را توجیح کند به گفته ژان جان سیلوست مونگرونیه قلم رو شناس برجسته فرانسوی مسئله ناتو فریبی بیش نیست پوتین میخواهد خاک اوکراین را به تصرف خود درآورد و کنترل سیاسی استراتژیک و نظامی آن را در دست بگیرد استراتژی تسخیر سرزمین های شوروی سابق را پوتین در اوت 2008 آغاز کرد هنگامی که با تجاوز نظامی به گرجستان دو منطقه ابخازیا و اوستی جنوبی را از خاک آن کشور جدا کرد و آنها را به زیر کنترل خود درآورد. الکساندر زینویف نویسنده و فیلسوف روس فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی را بزرگترین فاجعه ژئوپلیتیک قرن میدانست. پوتین از پیروان سرسخت این دیدگاه است. پارادایم تاریخ نگاری خاصی با همین دیدگاه در روسیه پدید آمده که معتقد است اتحاد جماهیر شوروی برخلاف آنچه میگویند میتوانست به حیات خود ادامه دهد و فروپاشی آن کار قدرت های غربی و در رأس آنها آمریکا بود به گفته مونگرونیه اگر پوتین اوکراین را تصرف کند گام بعدی او تصخیر لیتوانی استونی و لتونی خواهد بود بیشک لهستان و ملداوی و رومانی نیست که سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه آنها را یتیمان پیمان ورشو توصیف کرده است در برنامه استراتژی تسخیر پوتین قرار دارند